خب بریم سراغ تست اول. میگه که اگر یون آ دوباره مثبت دارای 121 نوترون و 78 تا الکترون باشه و یون این بی سه بار منفی بوده. بی سه بار منفی دارای 41 نوترون و 36 الکترون باشه، تفاوت عدد اتمی و تفاوت عدد جرمی این دو عنصر چنده؟ خیلی خوب. یه سوال راحت، عدد اتمی، عدد جرمی. من اول نکته مربوط به این تست رو توضیح بدم. شما میدونید نماد یک اتم رو به چه صورت نشون میدن؟ به صورت ای زد آ. به این صورت نشون میدن. به زد میگیم چی؟ به زد میگیم عدد اتمی. عدد اتمی چی رو به ما نشون میده؟ تعداد پروتون. تعداد پروتون های داخل هسته. به آ میگیم چی؟ به آ میگیم عدد جرمی. عدد جرمی چی رو به ما نشون میده؟ مجموع پروتون ها و نوترون های داخل هسته رو به ما نشون میده. خب یک اتم هم پروتون داره، هم نوترون داره، هم الکترون. الکترون کجاست؟ الکترون توی نماد اتم شما نمیبینید. الکترون رو به طور غیر مستقیم از تعداد پروتون ها نتیجه میگیرن. که حالا اگه اتم شما خنثا باشه، تعداد پروتون ها با الکترون ها برابره. هر چقدر پروتونت باشه، الکترونت هم همونه. تو این سوال من به شما دو تا یون دادم. دو تا یونی که حالا یا الکترون از دست دادن تبدیل شدن به کاتیون، یا نه الکترون گرفتن تبدیل شدن به آنیون. سوالش رو با هم دیگه حل کنیم. سوالش میگه که یون آ دوباره مثبت ما، این آ دوباره مثبت ما نوترونش چنده؟ نوترونش هستش 121. پروتونش چنده؟ ندارم. الکترونش چنده؟ 78. خب اگه من الکترون رو دارم 78، انگار پروتون هم دارم دیگه، کاری نداره. این یون من دو تا الکترون از دست داده، شده 78. پس تو حالت عادی چند تا الکترون و پروتونش بوده؟ 80 تا دیگه. 80 تا پروتون داشته، 80 تا الکترون داشته، دو تا الکترون از دست داده، شده 78. یون بی سه بار منفیم چی؟ بی سه بار منفیم هم اطلاعاتشو بنویسم. نوترونش هستش چند؟ 41. الکترون هم هستش 36. خب پروتون هم چنده؟ این یون من 3 تا الکترون گرفته، شده 36 تا. پس تو حالت عادی چند تا الکترون داشته؟ 33 تا دیگه. 33 تا الکترون داشته، 33 تا پروتون داشته، 3 تا الکترون گرفته، شده 36 تا. پس پروتونش هستش 33. نمادش هم بخوای بنویسی کاری نداره. نمادش هم بخوای بنویسی کاری نداره. پروتون 33، این پایین 33 می‌نویسی، بالا هم عدد جرمی می‌نویسی دیگه. 41 با 33 میشه چند؟ 31، 4، 74. برای اینم همینطور. پروتون هم 80. عدد جرمی چنده؟ مجموع پروتون و نوترون هم 121 با 80 میشه چند تا؟ این 201. درسته؟ بله. خب تفاوت عدد اتمی این دوتا رو میخواد. خب عدد اتمی این 80، این 33. 80 منهای 33 میشه چند تا؟ 80 30 تا بردارم میشه 50 تا، 3 تا دیگه بردارم میشه 47 تا. تفاوت عدد جرمی هم چقدر میشه؟ خب تو این 201 عدد جرمی، اینجا 74. 201 منهای 74 میشه چند؟ میشه 127 تا. درسته؟ بله، جواب شد گزینه چند؟ گزینه 3.